سلام دوستان، امروز طرز تهیه یه خورشت خیلی ساده و خوشمزه رو داریم، خورشت گل کلم که مواد خیلی آنچنانی احتیاج نداره، تقریبا سریع آماده میشه و مزه خوبی هم داره و میتونین شما توی مثلا غذاهای ماهانتون اینو بگنجونین. موادی که احتیاج داریم خب گوشت، پیاز، رب و گل کلم، زعفرون، هل و ادویه های مثل فلفل سیاه و زردچوبه و نمک. مواد خیلی ساده ای داره. گل کردم بارم، خب اون برگاشو میگیرم بعد میذارم اینجا که شسته بشه. اینجوری هم میتونیم تقسیم بکنیم، یعنی کوچیک کوچیکش بکنیم و آمادش بکنیم که استفاده بکنیم برای خورشتمون. من قسمت پایینش هم میتونین استفاده بکن هم میتونین نه، ولی من استفاده میکنم. ولی یک را دوستان نداشتی میتونین استفاده نکنی. هر من سعی میکنیم ابعادش خیلی متفاوت نباشه. حالا من اینو اینجا میذارم. خیلی راحت توی کنتینر جدا میشه. بسته این مقدار برای مقدار خورشت من بسته. حالا دو تا فکر کنم دو تا گل کلم تقریبا مناسب باشه برای یه غذای چهار نفره. اینم ساقشه که اینجوری یه ذره این چه باشو میگنم. کوچیک میکنم و من اینا رو استفاده میکنم دوباره برای خورشتم. دوستان برای خرید گل کلمم دقت بکنید که گل کلمای تمیز و سفید رو انتخاب بکنید. بعد من حالا مثلا یه قسمت هایی از این گل کلمه رو اینو الان من تو آب و نمک گذاشتم یه ذره خیس بخوره، یه ذره با دستم اینجوری میکنم که تمیزتر بشه. حالا مثلا اگر که یه قسمت هاییش مثلا مثل این جروشیز بود، این چون با دست اینجوری نمیره، من یه ذره اینو اینجوری با چاقو بعضی جاهاش که چیزه رو اینجوری میکنم که تمیزتر بشه. قیافش هم حالا عوض نشه خیلی. بعد باقی گل کلمان هم تمیزه. برای شروع کارم من یه سری پیاز گذاشتم توی قابلمه، بعد زردچوبه رو اضافه کردم و یه ذره تفت دادم، بعد گوشت رو اضافه کردم و اونم یه مقدار تفت دادم که رنگش عوض بشه، بعد فلفل سیاه رو اضافه کردم و آب گذاشتم و من گذاشتم توی این مایتابه که توی این ببخش زودپز که بپزه. شما حالا میتونین حالا یا توی زودپز بذارین یا توی قابلمه معمولی. خب دوستان من روغنم رو ریختم توی مایتابه، یک مقداری زردچوبه میریزم. Thank you.
گرم بشه. بعد از اینکه گرم شد گل کلمه رو بهش اضافه میکنم و تفت میدم. تو این فاصله گذاشتم که گوشتم پخته و الان آماده است. اینو که تفت دادم رو هم جدا تفت میدم و همه رو اضافه میکنم به اون گوشتم. دوستان همونجور که میبینیم گل کلمه رو اضافه کردم به روغن و زردچوبه و میذارم یه چند دقیقه تفت بخوره. خیلی نیاز نیست زیاد تفت بخوره که بعد از که چند دقیقه تفت خورد آماده است و میتونیم اضافه کنیم به گوشتمون که پخته. نه گوشته که پخته شده. بعد دوستان من دوباره روغن ریختم و الان میخوام که رب اضافه بکنم بهش. دو قاشق رب میخوام، این رب کم نمیخوام. دو قاشق رنگ دیگه میکنم تا باز بشه. بعد از اینکه رنگش کمی عوض شد، رنگش باز شد و یه ذره بوه از اون بوه خامشانه گرفته شد، اینا رو اینو با گل کلم رو اضافه میکنم به گوشتم. خب دوستان دیگه من زیرش رو خاموش کردم، بسته در من پخته این رو به بوی خامش گرفته شده. حالا موادم به گوشتم اضافه میکنم. دوستان من گل کردم و اضافه کردم، با همین اضافه کردم و خود گوشتم و زعفرون دارم قبلا درست کردم، اینو اضافه میکنم به این. بعد سه چند تا هلم هستش که اینم اضافه میکنم. این هلا رو قبلا یکم سوراخ، یعنی با چاقو سوراخش کردم که بوشو بیشتر پس بده. بعد دیگه هیچ نمک و فلفل اضافه میکنم. این یه مقداری آبش هنوز کمه، یه مقداری بیشتر آب اضافه میکنم، درشو میذارم تا جا بیفته. کمی آب بهش اضافه کردم تا بازی بشه روشن میکنم و درشو میذارم. نمک و فلفل هم اضافه کردم. این غذا میگم چشنه، این غذا هم لیموه. میتونین حالا اون لیمو، آب لیمو رو آخرش اضافه بکنین. من آخرش اضافه میکنم، الان هم میتونین اضافه بکنین. بعد دیگه حالا فلفل قرمز هم اگه خود فلفل تندم دارین میتونین توش اضافه بکنین، پودرش رو نخوده، اونم مزه خوبی به غذا میده. و این بذاریم که الان نیم ساعت با هم بپزن، بعدم تا قشنگ جا افتاده بشه و یکم به روغن بیفته. ایشالله که درست بکنین و خوشتون بیاد. اگر که دوست داشتین لطفا ما رو لایک کنین و فالو بکنین.